Να με ρωτήσανε στα χέρια μου. من دو تا مقدمه میگم که اصلا چرا این مسئله مهمه و بعدش میگم حالا مسئلهمون چی هست و چجوری حلش میکنیم و وسط سخنرانیم اگه سوالی چیزی بود حتما بپرسین اگه چیزی روشن نبود یا یه چیزی نیاز به توضیح بیشتر داره چون من نمیدونم که پیش زمینه چقدر هست چقدر چه چیزایی رو میدونین خب ارتباطات بیدرنگ حالا یا ریل تایم کامیونیکیشن توی خیلی از صنایع مثلا صنایع شبکه‌های توزیع برق توزیع آب توی صنایع هوایی و جدیداً توی موضوع داغ خودروهای بدون سرنشین خیلی استفاده میشه یعنی خودروهای بدون سرنشین دیگه اونقدر توشون رادار و کامرا و اینا وجود داره که خب ارتباطات خیلی زیادی باید به صورت ریل تایم بین نودهای مختلف شبکه رد و بدل بشه و از طرفی تا چند سال پیش تکنولوژی مختلفی استفاده میشد و هنوزم میشه برای ارتباطات ریل تایم یا بیدرنگ تکنولوژی مثل کن، فلکس ری، اینا قبلا استفاده میشد. جدیداً رو آوردن به اینترنت، همون اینترنتی که توی شبکه‌های معمولی هم استفاده میشه. و خب تقریباً همه قبول دارن که اینترنت آینده ارتباطات ریل تایم توی جاهای مختلف است. هر جایی که یه ذره شبکه پیچیده بشه، مثلا خودروی بدون سرنشین، قطعاً شرکت‌ها مجبورن که از اینترنت استفاده کنن. و خب بنابراین ما توی شبکه‌های ریل تایم نیاز داریم که زمان بندی پیغامایی که رد و بدل میشه برامون خیلی مهمه توی شبکه اینترنت شاید خیلی مهم نباشه یه بسته میگیم خب ارسال میشه حالا با چندین میلی ثانیه تأخیر هم ارسال بشه خب مهم نیست خیلی از جاها ولی خب توی شبکه‌های ریل تایم ما برامون مهمه شاید یه وقتایی میکروثانیه برامون مهم باشه مثلا ترمز ماشین اگه پیغامش یه میکروثانیه دیر برسه ممکنه جون یه آدمی در خطر بیفته بنابراین زمان بندی این پیغامایی که ارسال میشه توی شبکه‌های ریل تایم خیلی مهمه و خب اگه اینترنت بخواد استفاده بشه مشکل مسیریابی اون پیغاما و زمان بندی پیغاما توی شبکه اینترنت پیش میاد که خب شاید خیلی مورد توجه قرار نگرفته باشه چیزی که هست استاندارد معمولی اینترنت که شاید همه حالا تو درس شبکه داشته باشن و دیده باشنش استانداردیه که اصلا بر مبنای بستفورد طراحی شده یعنی میگه خب من پیغام میفرستم اگه رسید اگه نرسید خب دوباره میفرستمش ولی خب ما این کار نمیتونیم اینجا بکنیم دیگه این استاندارد اصلا استاندارد خوبی برای شبکه‌هایی که تایم سنسیتیون یا ریل تایمن نیست بنابراین توی سال 2007 یه شرکتی به اسم تی تی تک شروع کرد به اضافه کردن یه چیزایی به اون استاندارد اینترنت و یه پروتکل به اسم تایم تریگرد اینترنتی برای خودش تولید کرد که خب این شرکت تولید کننده این سویچ هم هست یعنی همین سویچ ها رو تولید میکنه و توی خیلی از جاها مثلا ایرباس خیلی از سویچ ها رو از همین شرکت خریده توی هواپیماهاش داره از این سویچ ها استفاده میکنه خیلی از شرکت های خودروسازی استفاده کردن از این سویچ ها و یه جایی شرکت های خودروسازی و احتمالا شرکت هایی که میدیدن از این قرار استفاده بکنن تلاش کردن که اینو استانداردش بکنن که دیگه تنهایی شرکت نباشه که تولید کنه این شرکت باتلنکشون نمونه خب تو سال 2015 دو سال پیش این استاندارد از IEEE اومد بیرون که یه امندمنتی هست به اون استاندارد قبلی یعنی یه چیزایی رو به اون استاندارد قبلی اضافه میکنه که این اینترنت تولید شده با طبق این استاندارد بتونه ترافیک حساس به زمانم عبور بده از خودش
تفاوت اصلی که این اینترنت کیو بی وی داره با اون اینترنت اصلی، یکی این صفحه است که اضافه میشه و یکی این تایم گیت است. اینترنت اصلی یه فوروردینگ انجین داره که وقتی پیغام اومد، این فوروردینگ انجین تصمیم میگیره که خب من به کجا باید ارسال کنم این پیغامو، به کدوم یکی از پورت‌های خروجی باید ارسال کنم. این فوروردینگ انجین تصمیم میگیره و خب بعداً اینجا از گیت خارج میشه. و خب این اتفاق اینجوری که مثلا چند تا پیغام با هم برسن، خب بسته به ترتیبی که رسیدن این پیغام ها به خروجی ارسال میشه معمولا. ولی خب چیزی که اینجا اضافه شده، یکی این صفحه اضافه شده که این تصمیم میگیره با توجه به اولویتی که این صفحه دارن پیغام رو توی کدوم یکی از این صفحه بذاره. مثلا این پیغام مهمتره، این پیغام باید زودتر ارسال بشه، این پیغام ددلاینش نزدیکتره. و یه چیزی که اضافه شده این تایم گیت هاییه که در آخر اضافه شده. اینا کمک میکنه که ما بتونیم بگیم یه پیغام رو در یه زمان خاص ارسال کن. یعنی این به ما اجازه میده که ما بتونیم اون زمان بندی که دوست داریم رو روی پیغاممون بذاریم. وقتی سویچ همون اینطوری باشن میتونیم بگیم که خب یه سویچ در یه زمان خاص پیغام رو ارسال کنه، سویچ بعدی میدونه که این پیغام بعدی کی خواهد رسید و خب میتونه یه زمان بندی خیلی درستی داشته باشیم توی شبکه‌مون. تنها فرقی که این سویچ کیوبه با سویچ های اصلی داره این دوتاست. و خب مهمترش این تایم گیت هست که میتونه بگه دقیقا تو چه زمانی ارسال بشه. یعنی میاد میگه که خب من این تایم و این گیت رو در یه زمان خاصی باز میکنم و اون پیغام در اون زمان خاص ارسال خواهد شد. خب این از معرفی اول، تا اینجا که سوالی نیست بفرمایید. خب سندرهاشون تعیین میکنن دیگه. یعنی میشه دو حالت تصور کرد، یکی همون کسی که ارسالش کرده، اون کسی که پیغام رو ارسال کرده میگه خب این پیغام با اولویتیه، مثلا سنسور ترمز ماشینه، میگه که خب این پیغام خیلی با اهمیت تر از مثلا پیغامیه که از رادار اومده یا پیغامیه که از مثلا کامرای عقب ماشین اومده، این پیغامو با اولویت خیلی بالا تو ماشین ارسال میکنه. یه حالت، یه چیز دیگه هم که هست اینه که خود این سویچ میتونه ببینه بگه خب این پیغام مثلا پیغامیه که باید در چه زمانی ارسال بشه در به مقصد نهاییش برسه، و خب اگه الان دیر شده یا داره دیر میرسه یا ددلاینش خیلی نزدیکه، اولویت بالاتری به اون پیغام میده. این اتفاق میتونه اینجا تو این دیسپچر بیفته. خب من تو معرفی بعدی میگم که کنترل اپلیکیشن ها چی هن؟ این یه کنترل اپلیکیشن خیلی ساده است. یه فیزیکال سیستم ما اینجا داریم که مثلا فرض کنید یه سانتریفیوژه. یه سنسور داریم که میاد میگه خب این سانتریفیوژ ما چند دور بر ثانیه الان داره میچرخه و این چیزی که سنس کرده رو ارسال میکنه به یه کامپیوتری، حالا یه کنترلری، یه میکروکنترلر. این میکروکنترلر با توجه به چیزی که دریافت کرده میگه خب الان داره مثلا اون سانتریفیوژ ما زیاد میچرخه، پس به اکتویتر میگه که نیروی کمتری اعمال کن، یا میبینه داره سرعتش کمه به اکتویتر میگه نیروی بیشتری اعمال کن. این به صورت پریودیک سنس میکنه و این به صورت پریودیک به اکتویتر یه پیغام های ارسال میکنه. یعنی این به صورت یه لوپ دوره‌ای مرتب اجرا میشه با یه پریود خاصی، با یه دوره زمانی خاصی. حالا این فیزیکال سیستم و این کنترلر میتونن چیزهای مختلفی باشن. مثلا میتونه اینجا سرعت ماشین باشه، این فیزیکال پلنت ما. یعنی این سنسور سرعت ماشین رو سنس میکنه و این کنترلر اون پدال گازه، یعنی میگه که خب مثلا راننده خود رو ست کرده که سرعت ماشین مثلا 100 کیلومتر بر ثانیه، 100 کیلومتر بر ساعت باشه. خب این کنترلر کارش اینه که بعد از این سنس میگه چقدر پدال گازو فشار بدم تا اون سرعت 100 کیلومتر بر ساعت ثابت باقی بمونه. و خب این پیغامایی که به صورت فرض کنید اگه پریود ما تاو باشه، این پیغاما هر تاو ثانیه
از سنسور ارسال میشه به کنترلر و این اتفاق مرتب تکرار میشه. حالا اگه یه ذره پیچیدش کنیم و خب از سنسور به کنترلر یا از کنترلر به اکتواتور یه شبکه داشته باشیم، خب این باعث میشه که با یه سری تأخیر و جیتر مواجه بشیم، با یه سری لیتنسی و جیتر مواجه بشیم، یعنی یه سری از پیغامات به خاطر این نتورکمون سر وقت نرسن و این تأخیرها هم تأخیرهای متفاوتی خواهد بود، یعنی بعضی وقتا یه مقدار دیلی ما داریم، بعضی وقتا یه مقدار دیلی دیگه داریم که این باعث میشه یه سری ما جیتر هم اضافه کنیم به کنترلرمون. ما لیتنسی و جیتر رو اینجوری تعریف میکنیم. فرض کنید توی همه این پریودا تا بی نهایت، تا بی نهایتی که این دیوایس، این کنترل اپلیکیشن میخواد اجرا بشه، ما بیاییم مینیموم مقدار دیلی رو اینجا حساب کنیم، مینیموم کل، یعنی تو کل حالتهای مختلف مینیمومشون رو بگیریم، به اون میگیم لیتنسی و ماکسیموم منهای مینیموم رو میگیم جیتر. یعنی توی کل این بازه زمانی تا بی نهایت ماکسیموم رو میبینیم، مینیموم رو میبینیم، به مینیموم میگیم لیتنسی، یعنی مینیموم دیلی که ممکن اتفاق بیفته، و جیتر رو میگیم ماکسیموم دیلی که میتونه اتفاق بیفته منهای مینیموم دیلی. این پس میشه تعریف لیتنسی و جیتر ما. و خب اون وقت ما میتونیم ارتباط بین این لیتنسی و جیتر رو توسط یه خط تخمین بزنیم و بگیم که هر موقع ما زیر این خط بودیم، یعنی لیتنسیمون و جیترمون به نحوی بود که ما میفتیم زیر این خط، سیستم ما گارانتی میشه که استیبله. استیبل یعنی که مثلا من اگه گفتم سانتریفیوژ 5000 دور بر ثانیه به چرخه، اگه لیتنسی و جیتر پیغامایی که داره رد و بدل میشه زیر این خط باشه، برای یه کنترل اپلیکیشن خاص، مثلا برای اون سانتریفیوژ خاص، یه خطی رسم میشه، میتونیم این خط رو در بیاریم از روی مدل سانتریفیوژ یا اون کنترل اپلیکیشن. اگه ما دیلی، لیتنسی و جیترمون زیر اون خط باشه، گارانتی میشه که اون کنترلر میتونه سانتریفیوژ رو همیشه در 5000 دور بر ثانیه نگه داره. به این میگیم استابیلیتی. یا مثلا اگه 100 کیلومتر بر ساعت یه خودرو میخواد بره، میگیم اگه پیغام ها با لیتنسی و جیتر خاصی بیاد، یعنی زیر این خط باشه همیشه، حالا میتونه این لیتنسی زیاد باشه، جیتر کم باشه، میتونه جیتر زیاد باشه ولی لیتنسی کم باشه، گارانتی میشه که اون کنترل اپلیکیشن میتونه سرعت خودرو 100 کیلومتر بر ساعت نگه داره، یعنی استیبله. این معنی استابیلیتی میشه. این خطو میگین دیگه. این خط برای هر کنترل اپلیکیشن قابل پیدا کردن. این یکی از کارهای، یعنی کارهای آزمایش، کار من نیست ولی کارهای آزمایشگاه ماست که یه مدل یه کنترل اپلیکیشن رو ببینیم، از روی این مدل این خط رو استخراج کنیم که بگیم این کنترل اپلیکیشن با توجه به مدلش چه دیلی، چه لیتنسی و چه جیتری رو میتونه تحمل بکنه. بنابراین از روی اون میتونیم بفهمیم که خب ما چقدر آزادی عمل داریم دیگه توی زمان بندیمون، چقدر میتونیم لیتنسی و جیتر رو اضافه بکنیم به اون کنترل، به اون شبکه‌ای که پیغاممون داره ازش رد میشه. خب این الان همون فرمول همون خط است، یعنی یه آلفا و بتایی استخراج میشه از روی مدل کنترل اپلیکیشن که میگیم اگه لیتنسی و جیتر به نحوی باشه که ما زیر این خط باشیم، ما گارانتی میکنیم که اون کنترل اپلیکیشن استیبله. و خب استابیلیتی مارجین رو ما اینجوری تعریف میکنیم، دلتا رو تعریف میکنیم، اختلاف این بتا منهای این، و اگه دلتا بیشتر از صفر باشه کنترل اپلیکیشن استیبله. در غیر صورت نمیتونیم گارانتی کنیم که استیبل باشه. تا اینجا سوالی نیست؟ ببینید کلا هدف اینه که ما دیلی و جیتر رو تا جایی ممکن کم بکنیم. خب ولی ما
ولی اگه بگیم ولی اگه ما اینو تعریف بکنیم میتونیم بگیم که اون وقت هدف ما میشه که ما میخوایم زیر این خط باشیم. آره دقیقا جمعشون نیست دیگه، این جیتر یه ضریبی هم داره که با توجه به مدل کنترل اپلیکیشن میتونه کمتر یا بیشتر باشه. یعنی بعضی کنترل اپلیکیشن ها به جیتر حساس ترند، بعضی ها به لیتنسی حساس دارن. خب با این مقدمه من میگم که حالا میریم وارد مسئلهمون میشیم. فرض کنید که ما یه سری کنترل اپلیکیشن داریم که خب این سنسورها دارن پیغام میفرستن به این کنترلره و این کنترلره میگه که خب الان چقدر باید اکتویت، چقدر باید نیرو بیشتر یا کمتر اکتویت بشه و ما برای سادگی مسئله فرض میکنیم که تمام لیتنسی و جیتر به خاطر این نتورک داره اتفاق میفته. اینجا هم اگه نتورک بود دقیقا همه اون مسائل کپی میشه دوباره اینجا، یعنی این مسئله رو حل بکنیم این مسئله هم خود به خود حل شده است. بنابراین برای سادگی فرض میکنیم که اینجا این چسبیده به اینه، یعنی در واقع هیچ نتورکی وجود نداره اینجا و فرض ما اینه که همه این کنترل اپلیکیشن ها دارن از یه نتورک یکسانی استفاده میکنن. مثلا همه اینا یه سری کنترل اپلیکیشن ها توی خودرو، اینا سنسورهای مختلفن، سنسور کامرا، سنسور سرعت ماشین، سنسور رادار و این کنترلرها دارن تصمیم میگیرن که هر لحظه با توجه به خودرو چیزایی که داره میبینه اطرافش، مثلا اینه یه ماشین یه خودرو دیگه داره نزدیکش میشه یا یه پیاده روی داره یه پیاده ای داره رد میشه، خب این سنسورهای مختلف پیغامهای مختلف میدن و این کنترلرها تصمیماتی باید بگیرن در لحظه دیگه. و خب فرض ما اینه که الان اینا فرض کنید اینا اون سنسورهای ما و اینا اون کنترلران، یعنی این سنسورها و اون کنترلرها و همه دارن از یه شبکه‌ای که یه سری سویچ اینترنت رد میشن، یعنی اینا پیغاماشونو دارن به صورت دوره‌ای ارسال میکنن و این پیغاما از توی این سویچ ها رد میشه میرسه به اون کنترلرها. و خب اینجا مهمه که ما بتونیم اسکیجولینگ و روتینگ خوبی ارائه بدیم که اون استابیلیتی مارجین ما رعایت بشه، یعنی کنترل اپلیکیشن همون استیبل باشن. و فرض ما اینه که همه اون سویچ ها سویچ های اون استانداردیه که گفتم، یعنی اون تایم گیت دارن و خب میتونیم اسکیجولینگ روشون انجام بدیم. و خب یه سری فرض دیگه مثل این که مثلا فورواردینگ و ترانسمیشن دیلی رو تو این سویچ ها میدونیم، میدونیم که هر لینک چقدر دیلی داره، هر سویچ چقدر دیلی داره به ازای یه پیغام. و خب مدل کنترل اپلیکیشن هامون هم میدونیم، میدونیم که مثلا دوره زمانی هر کدوم از اینا چند میلی ثانیه یا چند میکرو ثانیه است، یعنی اینا تو هر ثانیه چند تا پیغام ارسال میکنن. و مدل اون کنترل اپلیکیشن ها رو هم میدونیم، مدل اون فیزیکال سیستمی که قراره این کنترل اپلیکیشن ها بهش پیغام بفرستن و بنابراین از اون مدل میتونیم اون آلفا و بتای استابیلیتی رو در استخراج بکنیم. بنابراین پرابلم ما میشه چی؟ میشه این که ما توپولوژی نتورک رو داریم و برای هر کنترل اپلیکیشن، یعنی برای هر کدوم از اینا دوره زمانیشون رو داریم و مدلشون رو داریم، یعنی آلفا و بتا رو میتونیم استخراج بکنیم ازشون. و هدف ما چیه؟ هدف ما اینه که به ازای هر پیغامی که قراره توی شبکه ارسال بشه داخل هر سویچ بگیم که این پیغام اولا به کدوم نود قرار ارسال بشه، یعنی اگه یه پیغامی به این سویچ میرسه اون پیغام به کدوم یکی از این چهار تا نود قرار ارسال بشه، دوما در چه زمانی ارسال خواهد شد، یعنی هدف ما اینه که این دوتا مقدار رو برای هر پیغام و در هر سویچ به دست بیاریم. و هدف نهاییمون اینه که همه کنترل اپلیکیشن‌ها در نهایت، یعنی ما این مقادیر رو جوری ست بکنیم که در نهایت همه کنترل اپلیکیشن‌های ما استیبل باشن، یعنی اون همه‌شون زیر اون خطه باشن، زیر این خطی که اینجا به ازای هر کنترل اپلیکیشن رسم میشه، یعنی همه‌شون اون استابیلیتی مارجینشون بزرگتر مساوی با صفر باشه.
و من فقط برای اینکه روشن بشه میگم که این اتفاق به صورت استاتیک میفته، یعنی قبل از اینکه شبکه بخواد شروع به کار بکنه همه این اتفاقا افتاده. یعنی ما به صورت استاتیک شبکه رو طراحی میکنیم، میگیم که خب چه پیغامایی در چه زمانهایی ارسال خواهد شد آفلاین، و بعداً شبکه روشن چون میدونیم که هر پیغامی چه زمانی میرسه و ما چه زمانی ارسالش خواهیم کرد. یعنی به صورت داینامیک هیچ تصمیم گیری در شبکه قرار نیست اتفاق بیفته، یعنی همه چی به صورت استاتیک طراحی شده از قبل. این خیلی مهمه برای پیغام، برای اپلیکیشن هایی که به تایمینگ حساسن. یعنی مثلا توی هواپیما شما نمیتونید بگین که من به صورت داینامیک تصمیم میگیرم پیغام مثلا خلبان کی ارسال بشه به مثلا باله ها برای باز شدن یا به چرخ هواپیما برای باز شدن. این پیغام یا مثلا پیغامایی که به صورت پریودیک قرار ارسال بشن و ما میدونیم که این پیغام کی قرار ارسال بشه، این پیغام رو شما نمیتونید بگین که من تو استاتیک به صورت داینامیک تصمیم گیری میکنم. شما کاملا باید بدونید، گارانتی کنید که میدونم من این پیغاما کی ارسال میشه، من کی ارسالشون میکنم و هیچ خللی در این وسط اتفاق نمیفته. برای ما همه چی باید به صورت استاتیک از قبل توی سویچ هارد کد میکنیم و این اتفاقی که یعنی همه جا میفته، یعنی توی خودروها و توی هواپیماها همیشه همه چی به صورت استاتیک طراحی میکنن. حتی توی اون تکنولوژی قبلی نتورکینگ برای کامیونیکیشن همین همه چی به صورت استاتیک طراحی میکردن. و خب اپروچ ما چیه؟ ما از یه تولی به اسم SMT استفاده میکنیم. اولا ما میگیم که خب همه اون انتظاراتی که ما داریم در شبکه اتفاق بیفته رو به صورت فرمال مینویسیم. اینا یه سری محدودیت ها یا کانسترینت ها هستن که ما میخواییم این کانسترینت ها همه ساتیسفای بشن. یعنی اگه همه این کانسترینت ها ساتیسفای بشن ما مطمئنیم که استابیلیتی در نهایت رعایت میشه برای همین کنترل اپلیکیشن ها. مثلا این کانسترینت ها برای اینکه حالا ریزش وارد نمیشم ولی برای اینکه شهود داشته باشین، مثلا این کانسترینت میگه که خب مثلا یه سری از پیغام ها باید قبل یه سری از پیغام های دیگه ارسال شده باشن، یا مثلا یه سری از پیغام ها مثلا یه سویچ نمیتونه در یه زمان واحد دو تا پیغام رو در یه زمان واحد ارسال بکنه. برای اینو ما باید در نظر بگیریم از قبل که فاصله زمانی که برای ارسال یه پیغام دو تا پیغام مختلف به سویچ میدیم یه فاصله زمانی خاصی باید باشه. این محدودیت ها همه محدودیت های از این جنسن که خب شاید اصل کار ما نوشتن همه این محدودیت ها به صورت فرمال بوده. و خب این محدودیت نهایی که میگیم خب حالا همه اینا باید به گونه ای باشن که در نهایت ما همه کنترل اپلیکیشن همون استیبل باشن. یعنی با وجود همه این محدودیت ها یه محدودیت اضافه هم داریم که میخوایم حالا کنترل اپلیکیشن هم استیبل باشن. و خب ما میایم از یه تولی استفاده میکنیم به اسم ساتیسفایبیلیتی ماجول تیوری یا SMT. این چی میگه؟ میگه که من یه سری کانسترینت میگیرم، یه سری کانسترینت به صورت فرمال میگیرم و بعد میگم که آیا میشه این کانسترینت ها رو ساتیسفای کرد یا نه، و اگه میشه یه اساینمنتی به وریبل های رای میدم که ساتیسفای بشن این کانسترینت هامون. مثلا ما اینجا این دوتا متغیر برای ما، این متغیرها برای ما مجهولن، میایم کانسترینت هامون رو می نویسیم و میدیم به این تول. این تول به ما میگه که آیا این کانسترینت هایی که نوشته قابل ساتیسفای شدن هست یا نه، یک، و اگه قابل ساتیسفای شدن هست مقادیری رو ارائه میده برای همه این متغیرها که اون کانسترینت ها ساتیسفای بشن. و ما هم دنبال همه این مقادیر بودیم دیگه. بنابراین میایم از این تول Z3 که در واقع یه سالور یا پیاده سازی این تول هست، این تول مایکروسافت پیاده سازی کرده، از این تول استفاده میکنیم و کانسترینت هامون رو ارائه میدیم به این تول و این تول به ما میگه که خب کانسترینت هاشون قابل ساتیسفای شدن نیست اصلا، یعنی امکان پذیر نیست که تو این شبکه با اون مشخصاتی که شما دادیم ما بتونیم همه کنترل اپلیکیشن ها استیبل نگه داریم. و اگه بگه که این کانسترینت ها قابل ساتیسفای شدن هست، متغیرهای توی کانسترینت های ما رو مقدار دهی میکنه، یعنی مقدار دهی برای متغیرها رو به ما ارائه میده که در واقع
جواب مسئله ما اون مقدار دهیا بود دیگه، ما دنبال اون متغیرها بودیم. اون متغیرها چی بودن؟ زمانی که هر پیغام باید ارسال بشه و مسیری که هر پیغام تو هر سویچ انتخاب میکنه. تا اینجا روشنه؟ خب اتفاق نمیفته دیگه زودتر. چرا؟ چون که همه چی رو ما استاتیک تعیین کردیم دیگه. یعنی ما میتونیم که اون میدونیم که اون سنسوره سر یه زمان خاصی شروع میکنه به ارسال پیغامش، مثلا در زمان صفر شروع میکنه، پیغام بعدی رو 1 میلی ثانیه میفرسته، پیغام بعدی رو 2 میلی ثانیه، پس میدونیم که این سنسور کی پیغامش رو میفرسته. از اون طرف هم هر سویچ میگیم که خب این پیغام در چه زمانی به تو میرسه و تو در چه زمانی میخوای ارسالش کنی. بنابراین هیچی داینامیک نیست، یعنی هیچی قرار نیست زودتر یا دیرتر برسه. آره آره، یعنی همه چی موقع استاتیک میخوایم الان به طورت استاتیک و متغیرها رو ست کنیم دیگه، بگیم این پیغام اگه در این این پیغام اگه رسید در چه زمانی باید ارسال بشه. ببینین اینا پیغامایی هستن که به صورت پریودیک و میدونیم که کی ارسال میشه. اون پیغاما رو بهشون میگن پیغامای اسپوراتیک اصطلاحاً، و که به صورت خیلی نادر به شبکه تزریق میشن. خب من اون اول این سویچو که نشون دادم، مثلا میشه گفت یکی از این صفحه رو اختصاص میدن به اون پیغامای اسپوراتیک. ولی استانداردی که گفتین جوابگوی واسه اینا هست؟ بله بله، یعنی اون پیغاما اصلا کلاس اون پیغاما فرق میکنه. یعنی ما توی اسکیجولینگمون توی این نتورکمون اصلا اونا رو در نظر نمیگیریم و فرض میکنیم که اونا اصلا فرض کنیم اونا از یه کانال دیگه ارسال میشن، یعنی مسئله ما نیست توی این شبکه. مسئله ما پیغاماییه که به صورت داینامیک داره به صورت دوره‌ای داره ارسال میشه. و مثلا فرض کنید اصلا خودروی ما یه خودرو بدون سرنشینه، یعنی اصلا اون اتفاقا قرار نیست بیفته، ولی خب توی خودرو بدون سرنشین هم ممکنه شما بگین که آره اتفاق میفته، ممکنه کامرا یهو بگه که خب مثلا یه مثلا پیاده داره رد میشه، خب باید سریع ترمز بکنی. اینا پیغامایی میشن که به صورت پریودیک ارسال نمیشن دیگه، یعنی پیغامایی میشن که گاهی وقتا ارسال میشن و خب اصلا ما توی خودرو اصلا نمیتونیم برای اون اسکیجول ارائه کنیم، یعنی این پیغام باید در سریع‌ترین زمان ممکن برسن به مقصد. اصلا فرض کن یه کانال جدایی یا یه صفحه جدایی برای اونا اختصاص داده میشه. یه سوالی نیست؟ نه دیگه. ببینین این صفحه اولویت دارن، از اولویت بالاتر تا اولویت پایین ترین. آره این پیغام در زمانی که ما برنامه ریزی نکردیم میتونه ارسال بشه. آره ممکنه یه زمانی ارسال بشه این پیغام، برسه به این سویچ و این سویچ میخواد در همون زمانی ارسالش بکنه که یه پیغام دیگه قبلا برنامه‌ریزی شده. خب این باید وایسه تا اون پیغام برنامه‌ریزی شده ارسال بشه. اگه پیغام برنامه‌ریزی شده از قبل نیست این پیغام ارسال میشه. صفش صف پایین‌تری میشه و اولویت با صفهای بالاست. و مثلا ببینید اینجوری هندل میشه که اون تایم گیتا رو که ما داشتیم و این صفای اولویت، اگه دو تا تایم گیت باز بشن اون تایم گیتی پیغامش ارسال میشه که اولویت بالاتری داره. بنابراین ما اگه برنامه‌ریزی کردیم که پیغاممون در یه زمان خاصی ارسال بشه، این پیغام ارسال میشه چون که اولویت بالاتری داره، و اون پیغام بعدی وقتی که این پیغام با اولویت تر تموم شدن ارسال میشه. یعنی این پیغامات میتونیم قشنگ راحت فرض کنیم که این پیغام ها اصلا یه کانال جداییه، برای همین من گفتم که اصلا وارد، یعنی اسکیجولینگ ما رو اصلا خراب نمی کنن.
خب مسئله‌ای که حالا اینجا برای ما پیش میاد بکنم چند تا اسلاید اضافه رفتم جلو. برای ما پیش میاد اینه که اسکیلبیلیتی این مسئله است، یعنی این راه حلی که ما ارائه دادیم و خب راه حل های دیگه همه این مشکل رو دارن که این مسئله خود به خود یه مسئله NP هارده، NP کامپلیته، یعنی انقدر حالت های مختلف وجود داره توی اون شبکه، حالت های مختلف مسیریابی و حالت های مختلف زماندهی که این خود تعداد حالت ها اکسپوننشیال میشه و بنابراین این مسئله NP هارده. مثلا ما این مسئله رو که حل کردیم خودمون برای یه شبکه‌ای که کل پیغاماش 80 تا پیغام بود بیشتر از یه روز طول کشید تا اون اسکیجول استاتیک برای ما ارائه بشه، یعنی اون متغیرها مقدار دهی بشن به خاطر تعداد بالای حالتهای مختلف بود. و من یه فقط یه توضیح بدم که چجوری شد که ما 80 تا مسیج داریم، چون که ممکنه این سوال براتون پیش بیاد که خب ما تا بی نهایت این کنترل اپلیکیشن ها قرار کار کنن دیگه، از کجا میدونیم که 80 تا پیغام دارن؟ تا بی نهایت خیلی پیغامه و این شکل رو زودتر نشون میدن. فرض کن این مثال رو در نظر بگیرین، سه تا کنترل اپلیکیشن ما اینجا داریم، یک کنترل اپلیکیشن آبی، یک قرمز، یک سبز که پریودای مختلف دارن هر کدومشون. این در دوره زمانی 10 ثانیه 10 ثانیه پیغام ارسال میکنه، این قرمز در دوره های زمانی 20 ثانیه و این سبز در دوره های زمانی 30 ثانیه. اتفاقی که میفته چی میشه؟ بعد از 60 ثانیه پترن دقیقا تکرار میشه. یعنی ما اگه بگیم این پیغام هایی که تو این 60 ثانیه ارسال شدن رو براشون برنامه ارائه بدیم، برای تمام پیغام ها تا بی نهایت برنامه ارائه دادیم دیگه. بنابراین ما چند تا پیغام داریم؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 تا. یعنی ما برای این مسئله خاص 11 تا پیغام باید اسکیجول کنیم. برای همینه که تعداد پیغامامون محدوده. درسته که برای بی نهایت ما میتونیم بگیم که اسکیجول ارائه دادیم، ولی در واقع برای یه هایپر پریود یا یه بازه زمانی که تکرار میشن دوباره همون اتفاقا، ما پیغام ارائه ما اسکیجول ارائه دادیم. و خب برای یه مسئله 80 تا پیغامی ما بیشتر از یه روز مجبور بودیم صبر کنیم. اومدیم ما دو تا ایده خیلی ساده شاید خنده‌دار زدیم و اون اینه که یکی گفتیم که خب یکی از پیچیدگی‌هامون به خاطر تعداد بالای مقدار مسیرها است. خب اومدیم خیلی ساده گفتیم که خب چرا تعداد مسیرهای مختلف زیاد باشه؟ ما چند تا مسیر خاص رو فقط میگیم میتونی استفاده کنی. به اون اسکیجولرمون که داره تصمیم میگیره میگیم خب شما به جای اینکه مثلا 5 حالت مختلف داشته باشی فقط 2 حالت مختلف داری. بنابراین یه مسیر از یه سنسور به یه کنترلر اگه مثلا صدها مسیر مختلف وجود داره، ما میگیم فقط 3 تاشو در نظر بگیر و اینو از دانش دیزاینر میتونیم کمک بگیریم. مثلا دیزاینر میتونه بگه که خب 3 تا کوتاه‌ترین مسیر اول رو انتخاب میکنیم و میگه فقط اون 3 تا رو انتخاب، 3 تا رو استفاده کن. و یه ایده دیگه این بود که ما بیایم برای این هایپر پریود میخوایم ما اسکیجول ارائه کنیم دیگه، یعنی برای اینجا برای 11 تا پیغام میخواستیم اسکیجول ارائه کنیم. میایم این هایپر پریود رو به بخش‌های مختلف تقسیم می‌کنیم به طور مساوی. مثلا فرض کنیم به 4 تا بخش تقسیم می‌کنیم. اگه به 4 تا بخش تقسیم کنیم اینجا میشه یه بخش، ما بخش بعدیمون میشه 30 ثانیه، بخش بعدیمون میشه 45 ثانیه و بخش بعدیمون 60 ثانیه. با این کار باعث میشه که بعد ما میایم اسکیجول رو به صورت تیکه‌ای ارائه میدیم، یعنی میگیم که خب ما الان فرض کنیم فقط این 4 تا پیغامو داریم، برای این 4 تا پیغام می‌خوایم روتینگ و زمان‌بندی ارائه بدیم به جای اون 11 تا پیغام اولیه. بعد میگیم که خب حالا ما این 4 تا پیغامو به زمان بندیشون رو داریم، اون متغیراشون رو داریم، حالا 2 تا پیغام میخواد اینجا اضافه بشه، از 15 تا 30 این 2 تا پیغام میخواد اضافه بشه، حالا برای این 2 تا ارائه بده، اون بقیه دیگه مجهول نیستن، اون بقیه معلومن، فقط برای 2 تا پیغام میخوای اسکیجول ارائه بدی. این باعث میشه که ما به جای اینکه 11 تا پیغام داشته باشیم که خب این 11 تا پیغام
به ازای هر سویچ یه متغیر داشتن دیگه. تعداد متغیرامون رو خیلی کم میکنیم اینجوری و خب خیلی سریعتر اجرا میشه. خب یه اکسپریمنتی که ما انجام دادیم این بود که ما اومدیم یه نتورک از 15 تا سویچ که به طور رندوم به هم وصل شدن، یه توپولوژی با 15 تا سویچ به رندوم به هم وصل شدن و 10 تا سنسور و 10 تا کنترلر در نظر گرفتیم و هر دفعه اومدیم 60 بار آزمایش انجام دادیم و هر دفعه کنترلرهای مختلف رو تست کردیم که خب پریودهای مختلف داشتن هر کدوم از این کنترلرها دیگه. و خب نتیجه که گرفتیم الان این 60 حالت مختلفه که خب تعداد پیغاماشون فرق میکرده به خاطر فرق کردن پریودهایی که داشتن، تعداد پیغاماشون فرق میکرده. این تعداد پیغامات این مدت زمانیه که طول کشیده ما اون اسکیجول و روتینگ رو ارائه بدیم، یعنی اون متغیرها رو استخراج بکنیم. و خب مثلا اینجا تعداد روتایی که دادیم 4 تا، یعنی گفتیم خب هر سنسور به هر کنترلر فقط 4 تا مسیر کوتاه‌تری مسیر اولش رو میتونه انتخاب کنه، نه تمام مسیرهای موجودو. و اینجا هم اون زمانبندی‌های مختلفه، یعنی ما اومدیم هایپر پریود یه دفعه به 3 قسمت مختلف تقسیم کردیم، یه دفعه به 4 قسمت، یه دفعه 5 قسمت و تا 11 قسمت مختلف. می‌بینین که با تقسیم کردن حتی مثلا از 3 قسمت به 4 قسمت خیلی زمانمون کمتر شده، زمانی که طول کشیده. و خب به طور کلی حتی برای 3 قسمت مختلف هم ما زمانمون رو مثلا برای 80 تا پیغام شاید بتونیم بگیم زیر 5 دقیقه بوده، در حالی که این زمان برای حالت عادی بیش از 1 روز بود. یازده تا منظورتون کدوم یازده؟ اون که مرحله پیش گفتیم، یعنی توی اون 60 ثانیه 3 تا اسکیجول برای. آها نه نه نه، ما در نهایت یه اسکیجول ارائه میدیم، فقط زمان فقط تقسیم میکنیم. به جای اینکه الان اینجا 11 تا مجهول داریم که 11 خیلی بیشتر از 11 تا، چون هر کدوم از این پیغاما توی هر سویچ یه متغیر داره. آره مجهولاشو در واقع کم کردیم دیگه. به جای اینکه 11 تا مجهول داشته باشیم گفتیم خب اینا رو بریزیم دور، ما الان فقط اسکیجول برای تا 15 ثانیه ارائه میدیم. یه اسکیجول ارائه دادیم که متغیرامون 4 تا بودن دیگه. بعد خب گفتیم خب حالا الان اینا معلومن دیگه، حالا اضافه میکنیم 2 تا پیغام بهشون، دوباره برای این 2 تا پیغام اسکیجول ارائه میکنیم. در نهایت اون چیزی که آخر میخوایم کل پیغاما رو میده، ولی خب فقط یه پیغام در نهایت اضافه میشه دیگه. ولی خب اون اسکیجول نهایی در واقع داره کل پیغاما رو اسکیجول میکنه برام. و خب چیزی که از دست میدیم اینجا چیه؟ ممکنه اینجا اون طوله، اون ساتیسفایبیلیتی ماجول تیوری که گفتم، اون زد تیری بیاد یه اسکیجولی ارائه بده که این اسکیجولی که اینجا ارائه میده، چون نمیدونه که این دوتا پیغام قراره بعدن بیان دیگه، ممکنه اسکیجول خوبی ارائه نده و این باعث بشه که در نهایت مثلا وقتی خواستیم کل این پیغاما رو اسکیجول کنیم، مثلا این پیغام که اضافه شد اون طوله بگه خب دیگه من نمیتونم اینو اسکیجول کنم، یعنی با توجه به اسکیجولای قبلیم این پیغامو نمیتونم اضافه کنم دیگه، ساتیسفایبل نیست همه کاندیشنات. و در حالی که اگه ما 11 تا پیغامو با هم میدادیم به همون طول، چون میدونست که قراره یه پیغام آخر سر هم باشه، جوری اسکیجول میکرد که ساتیسفایبل میشد. خب ما متغیرها رو کم میکنیم دیگه، میگیم فقط این برای این متغیرها ارائه بده اسکیجولتو. یعنی اون کانستنت هایی که نوشته بودیم، اون کانستنت ها رو برای همه حالت های مختلف ارائه نمیدیم، فقط برای این 4 تا کانستنت ها رو مینویسیم. برای اون 4 تا این کانستنت ها رو مینویسیم، خب تعداد متغیرها کمتره، خب خیلی سریعتر اسکیجول ارائه میده. ولی مثلا این آخر که میخواد برای همه متغیرهای مقدار ارائه بده، خیلی از متغیرها از قبل ست شدن دیگه، فقط برای این پیغام میخواد متغیرهاشو ست بکنه. تعداد پیغام ها خیلی کمه، ولی ممکنه بگه که خب من نمیدونستم قراره این پیغام اضافه بشه، اون قبلا تصمیماتی گرفتم که الان منجر میشه نمیتونم این پیغامو اضافه بکنم، نمیتونم اسکیجولی برای این پیغام ارائه بدم.
بنابراین این یکی از بدیای این ایده است دیگه، باعث میشه که خب یه حالتی که در واقع ساتیسفایبل هست، میتونیم حلش بکنیم مسئله رو، میگیم غیر قابل حل این مسئله. و خب توی اون اکسپریمنت های ما این تعداد اون تقسیم بندی هاست. اگه مثلا کل هایپر پریود رو به سه حالت تقسیم میکردیم، مثلا در یه درصد در 2% مواقع 2% حالت ها میگفتیم آنسالفد مثلا. اگه مثلا به 5 قسمت تقسیم میکردیم، یه مقدار بیشتری از مسائل رو میگفتیم غیر قابل حله، در حالی که همه اون مسائل اینجا حل شده بودن دیگه. یعنی اون مسائلی که اینجا قابل حل نیستن، همشون رو مطمئنیم اینجا میتونیم حل کنیم، فقط به خاطر اینکه تعداد اون اسلایس هامون رو زیاد کردیم، باعث شده که تصمیمات بعدی اون اول گرفته بشه که اون آخر تأثیر گذار بوده. منظورت رو نمیفهمم، یعنی چی نخ؟ این شکلی بود که هرچی بازه ها رو بیشتر میکردیم، انگار اون بینه که زمان رو بهتر از طرف خطاش میرفت بالا. به این نقطه تعادل ما اینو نمیدونیم که اون کسی که میخواد شبکه رو طراحی بکنه چقدر میتونه صبر بکنه. ممکنه یه خودروسازی بگه خب من یه دفعه این نتورکمو میخوام طراحی بکنم و این نتورک طراحی شده رو برای همه خودروهام دیگه همین نتورکه، یا همه خودروهای اون مدل همین نتورکه و همین طراحیه. خب پس مهم نیست برای من، حتی یه هفته هم میتونم وایسم، یه هفته وای میستم بعد همین سولوشن رو اعمال میکنم روی همه خودروهام. ممکنه که بگه خب من میتونم یه هفته وایسم. خب اگه اونجوری باشه، ما ترجیح میدیم که اگه شما میتونی یه هفته وایسی، ما ترجیح میدیم که تعداد استیجا رو کمترین حالت بکنیم که خطامون مینیمم بشه دیگه. اون بستگی داره که شما چقدر میخوای اون زمان طراحی تو بیاری پایین. یعنی اگه زمان طراحی خیلی بخوای کم بکنین، خب طبعا خطاتون میره بالاتر، ولی خب زمان طراحیتون کمتر. و خب یکی از گفتن چند تا سوال چالنجینگ مطرح کنین، یکیش میتونه این باشه، راه حلش چیه این؟ یعنی چجوری میتونیم این مشکل رو حل کنیم که زمانمون کماکان پایین باشه ولی این مشکل هم نداشته باشیم، یعنی این خطا اتفاق نیفته. ما اینجا یه سری اسکیجول ارائه میکردیم برای این، برای اینا یه سری متغیر ست میکردیم، برای این دوباره میمدیم دو تا پیغام اضافه میشد متغیر ست میکردیم. یه جایی ممکن بود یه های پیغامی اضافه بشه، بگیم خب من کاری کردم قبلا که دیگه نمیتونم اینو اضافه کنم، اگه میدونستم یه تصمیمات دیگه اتخاذ میکردم. شستای اول این خطا رو داشته باشه، توی شستای دوم میتونه اصلاحش کنه. این بازم برمیگرده به این که باید بدونه همشون. شستای اول و دوم منظورتونه؟ شستای اول مثلا اون آخریه رو نمیتونه. آره. ولی تو شستای دوم یه جوری بفهمه که، یعنی یه جوری لرن کنه. خب ولی این تصمیمو گرفته دیگه. مثلا فرض کن اینجا یه سری تصمیمات گرفته دیگه، این تصمیم رو نمیتونه، این تصمیم گرفته شده الان دیگه، بعد این پیغام اضافه میشه. مثلا لزوماً تصمیمای شستای اول و شستای دوم بر یکی نباشه، انقدر این حالت رو چیز کنه که به میدونی انقدر حالت های مختلف رو امتحان کنه تا بالاخره بتونه برای آخری رو برنامه ببینه. الان شما دارین جواب اون سوال رو میدین. آها خب اینو من گفتم که بعداً چیز کنیم. خب برای یه حالت دیگه هم ما تست کردیم، من سریعتر اینو رد میشم، که ما اومدیم تعداد تقسیم بندی های اون بازه زمانی هایپر پریود رو کردیم 5 تا ثابت نگه داشتیم، و خب اینجا اون تعداد روت های خاصی که به هر جفت سنسور کنترلر میدادیم، تعداد روت ها رو کم کرد. مثلا این یه روت بوده فقط، یعنی تقریبا روتینگ نداشتیم، گفتیم شما فقط از همین میتونی رد بشی. و اینجا مثلا توی اون خط آبی 20 تا روت مختلف داشتیم، این تقریبا مثلا بی نهایت بوده، گفتیم که خب هر چقدر تمام روت های مختلف رو میتونی بر اساسشون تصمیم گیری کنی، و خب هرچی تعداد روت ها کمتر بوده طبیعتا زمان کمتری طول کشیده.
اون شبکه تا اون اسکیجول و روتین گرایه بشه. اینجا اون وقت به یه نتیجه جالبی رسیدیم، این بود که برای وقتی که ما یک یا دو تا آلترناتیو مختلف به ازای روت میدیم، 90% مسئله هامون غیر قابل حل بود، یعنی 90% مسئله ها میخواستن که آپشن های بیشتری داشته باشن و الان نمیتونستن اسکیجول رای بدن. ولی وقتی بیشتر از 3 تا میشد تقریبا این 10% ثابت میمون، یعنی 3 تا تا 20 تا ما دیدیم که شاید 3 تا کاملا کافیه. این شد که اون ایده تعداد روت ها رو محدود بکنیم ایده خیلی ساده و بدیهی بود، ولی خب شاید ما نمیدونستیم که قراره این اتفاق بیفته دیگه. الان میشه فهمید که خب چقدر خوبه وقتی یه چیزیه که میشده قشنگ این کارو کرد و هیچ تأثیری هم نداشته روی تعداد مسائل غیر قابل حل، فقط سرعت برده بالاتر تقریبا بدون هیچ خطایی. خب ما یه اگزمپل واقعی هم اجرا کردیم، اومدیم یه از شرکت جنرال موتورز یه کانفیگ شبکه داخل خودروهاشون رو گرفتیم، سنسور که 20 تا سنسور داشت، کامرا، رادار، لایدار و یه سری کنترلر که کنترلر ها مثلا سیستم های اکتیف سیفتی یا کنترل خودکار ماشین بودن و یه شبکه که 8 تا ایترنت سویچ داخلش بود و خب 20 تا سنسور و 20 تا کنترلر توسط دارن از این 8 تا سویچ پیغامشون ارسال میکنن و خب در کل 106 تا پیغام داشتیم توی این، با توجه به پریودهای مختلف اینا 106 تا پیغام مختلف توی یه هایپر پریود ارسال میشد. و خب ما یه هدف دیگه هم از این کار داشتیم، این بود که ما کاری که ما کردیم میایم میگیم که ما به استابیلیتی توجه میکنیم، فقط به ددلاین اون کنترل اپلیکیشن ها توجه نمیکنیم. خیلی از کارا فقط میان ددلاین رو در نظر میگیرن، میگن خب این پیغام باید در این زمان ارسال بشه و تا زمانی که قبل از ددلاین برسه کافیه، مهم نیست که این زمان چقدر زودتر دیرتر بشه و این جیتره برامون مهم نیست. ولی خب ما به جیتر هم توجه کردیم، برای اومدیم دو بار اجراش کردیم این اکسپریمنت رو، یه بار با زمان وقتی که فقط ددلاین باشه یه اسکیجول رای میشه، یه بار برای وقتی که هم به یه بار برای وقتی که استابیلیتی توجه میشه بشه، یعنی میخوایم زیر اون خطه باشیم. خب این اون حالت های مختلف دیگه، سه تا روت مختلف به ازای هر کنترل اپلیکیشن فرض کردیم و کل هایپر پریدوم رو به 5 قسمت تقسیم کردیم. چیزی که اتفاق افتاد حدود 2 دقیقه طول کشید که اسکیجول ارائه بشه براش و اینجا یعنی اسکیجولی که ارائه شده برای 5 تا کنترل اپلیکیشن اومده، یعنی لیتنسی ها و جیتراشون، در حالتی که اون خطر رو ما فرض کردیم و یه حالت هم برای وقتی که ددلاینه. چیزی که دیدیم اینه که اگه ما فقط ددلاین رو در نظر بگیریم، از نظر اون خطه 14 تا از اون کنترل اپلیکیشن ها غیر استیبل میشدن اگه فقط ددلاین رو در نظر میگرفت، یعنی اسکیجولی که ارائه میشه با فقط با توجه به ددلاین 14 تاشون غیر اسکیجولبل میشدن، ولی خب در حالت ما چون کاندیشنمون اون بوده که استیبلیتی توجه بشه همشون استیبل بودن. من همینجا تموم میکنم، اگه سوالی دارین در خدمت هستم. ببینید اونی که هدفی که ما گفتیم استیبل باشن کار آزمایشگاه خودمون بوده، یعنی اون خطه‌ای که استخراج کردیم این خطه رو هیچ جا بهش توجه نمی‌کنن، یعنی فقط میان میگن که خب ما فقط به ددلاین توجه می‌کنیم، میگیم که خب ددلاین این کنترل اپلیکیشن اینقدره، فقط کاری که می‌کنن سعی می‌کنن جیتر مینیمم بشه. ولی خب با این روش شما دیگه اون محدودیتی که جیتر مینیمم بشه اون دغدغه رو نداری، میگی که خب جیتر یه محدودیتی میذاری خود به خود جیتر هم در نظر گرفته میشه.
تمام می‌کنیم. من تشکر می‌کنم.